بله عزیز من، شما وقتی قربانی میکنید، وقتی صدقه میدید، وقتی خیرات میدید، این چی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که در شما روح انفاق کشته بشه. همه اینهایی که این یتیم خانه ها رو میچرخونن، بیمارستان ها رو میچرخونن، اعمال خیریه رو میچرخونن، کیو هستن؟ همینایی هستن که قربانی میدن، همینایی هستن که حج میرن، همینایی هستن که نماز میخونن، همینایی هستن که زکات میدن. اینا نمیدونن که هر روز چقدر تو این نمیدونم رستوران ها گوسفند و گاو سر بریده میشه، این شرکت های بزرگ ساندویچ سازی چقدر حیوان رو سر میبرن، این مثلا شرکت های قاره پیما میلیون میلیون حیوان سر میبرن، اینا رو نمیبینن. چرا؟ چون که اون گوشت میره تو شکم انسان های پولدار، اما این گوشت قربانی میره تو شکم انسان های فقیر. اینها چشم دیدن لبخند رو روی صورت فقیران ندارن، کور میشن. حرف اینها رو بلشون کن، فقیر رو شاد کن، چرخش زندگی رو بچرخون. حقوق حیوان رو اینها الان یادشون میفته، توی اون حیوانایی که برای به اصطلاح پولدارا کشته میشن اونا دیگه حیوان نیستن. این همون حقد و کینه ای است که در دلهای این کوردلان نهفته شده است. توان دیدن لبخند رو روی لبان فقیران ندارند. حرفای اینا رو بذار کنار، به پیش خودت رو راضی کن. در این روزها، روزهای دهه الله اکبر، الله اکبر چقدر مهم هست که وقتی ما میگیم الله اکبر، در طول تاریخ شما صدای الله اکبر رو میشنوید که وحشیت بر اندام طاغوتیان و ظالمان میندازه. جار میزنند الله اکبر. اینی که باد کرده بود برای خودش که من بزرگم، من صاحب امر و نهیم، منم و من، این انسانی که با غرور ورم کرده بود، یهو میبینید الله اکبر، خدا از تو بزرگتره، ای ناچیز، ای ناکس، پس پنچر میشه. واسه همینه که شما میبینید چقدر با اذان اینها مخالفن. در تاریخ ببینید ظالمان و مستبدان چقدر با اذان در میافتاد. بابا اذان یک صدای زیبای تنینی هست که تو جامعه میخونه، ترانه اذان. ببین وقتی که اذان داده میشه مردم چقدر لذت میبرند. همین صدای اذان چندین و چندها انسانها هستن که با صدای اذان مسلمون شدن. اون بعد تو کشور اسلامی، تو جامعه اسلامی، اذان این صدای زیبا چیه؟ این صدای دعوت به سوی وحدانیت الله متعال است. از کجاست؟ از اون مناره های زیبا. برای اذان ما اتیکت خاصی داریم، بهترین صدا رو انتخاب میکنیم، برایش اذان مناره های زیبایی میذاریم. این اتیکت اجتماعی رو وقتی اینها میبینن که هویت این جامعه داره جار زده میشه، بریم ببینیم اینا کیان. چقدر انسان ها با صدای اذان مسلمون شدن تو غرب و شرق و در همه جا. چقدر همین صدای اذان خفتگان جامعه ما رو بیدار کرده و پایبند به دین کرده.